به تل‌آویو بریم، آخرین جزئیات و تحولات از جنگ اسرائیل و حماس رو می‌خوایم پیگیری بکنیم. همکارم بابک اساقی اونجاست. بابک، 123 روز از آغاز جنگ می‌گذره. سفر بلینکن به منطقه رو داریم، می‌دونیم که فردا راهی اسرائیل خواهد شد. از مذاکرات آتش‌بس و جنگ برای ما بگو. همطور که گفتی جنگ همچنان رضا ادامه داره در جنوب نوار غزه و هر روز شدت هم میگیره. امروز ارتش اسرائیل از پیدا کردن تونل‌های تازه‌ای در زیر شهر خان یونس خبر داد، جایی که به گفته او در کنار وست‌های سازمان ملل اسلحه و مهمات حماس هم پیدا کرده و میگوید که این نشان دهنده این هستش که بسیاری از افراد حماس در اون راست بخش سازمان ملل نوار غزه بسیار فعال بودن. در کنار اون دیشب هم وزیر دفاع اسرائیل یوآف گالانت بار دیگه گفت که ارتش اسرائیل چهره به سوی جنوبی ترین منطقه نوار غزه یعنی رفح داره، جایی که در اونجا در حال حاضر 1,200,000 نفر آوار سکونت دارن. و همچنین گفته شده که رهبران حماس و همچنین گروگان‌ها و دو گردان حماس هم در اونجا هستن. یعنی در حقیقت نبض اصلی نوار غزه امروز در رفح میتپد و پایان رفح در حقیقت میتواند پایان سیستم هماهنگ کننده و هماهنگی حماس در نوار غزه باشه که میتواند پایان بگیرد. برای همین هم اسرائیل میگوید که اگر این فشار را بر رفح زیاد بکنه، امکان داره که مذاکرات برای رسیدن به آتش بس هم تسریع پیدا بکنه. برمیگردیم به آتش بس. رئیس جمهور مصر امروز با وزیر امور خارجه آمریکا بلینکن درست در رابطه با همین مسئله دیدار و گفتگو کرد و پیش از اون هم به عربستان رفته بود و پس از اون هم فردا به اسرائیل خواهد اومد بلینکن و درست در رابطه با امکان آتش بس با نوار غزه و پیش بردن طرح پاریس که طرحی ازش که مبادله گروگان‌ها هم در اون در کنار آتش بس انجام میشه را پیگیری خواهد کرد. خیلی ممنونم از تو بابک اساقی، همکارم از تل‌آویو.